سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. به تازگی یه ویدیو دیدم با عنوان ظهور دجال که با هم قسمت‌هایی از این ویدیو رو می‌بینیم. در این ویدیو شخصی رو می‌بینید که در بین خاخام‌ها خیلی به این شخص احترام می‌ذارن و جالبه که اون رو منجی آخر زمان می‌دونن و پای دیوار ندبه مراسم بزرگداشت برای این فرد برگزار کردن. اگه خوب دقت کنید به ویدیو، همه خاخام ها دارن دست این فرد رو میبوسن. امکان داره این شخص منجی یهودیان باشه؟ طبق روایت های انجیل همون شخص ضد مسیح یعنی دجال. هنوز هیچ خبری در مورد این شخص که چه کسیه رسانه‌ای نشده. دوستان، یه نکته خیلی جالب که نشون میده این فیلم قدیمی نیست و به تازگی منتشر شده اینه که همه ماسک زدن. پس در طول این مدتی که کرونا شیوع پیدا کرده این مراسم برگزار شده. یکی از خاخام‌های عالی رتبه گفته که ما به جایی رسیدیم که ده‌ها سال منتظرش بودیم. ظهور منجی، اسمی از دجال به طور قطع برده نشده. اما ظهور منجی خودشون رو تایید کرده که حد زده میشه این شخص دجال باشه و به روی زمین اومده و در ادامه براتون میگم که دجال چه کسی و با اومدنش روی زمین چه اتفاقهایی میفته و هدفش از اومدن به روی زمین چیه؟ منظور از به زمین اومدن دجال نمایان کردن خودش و معرفی کردن خودش به عنوان منجی عالمه. لطفاً قبل از هر چیزی چنل ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. اسم دجال از ریشه دجل به معنی دروغگو و حیله‌گره. واژه دجال در زبان عبری و در آموزه‌های یهود به معنی دشمن خداست و از ترکیب دو واژه دج یعنی دشمن و زد و ال یعنی خدا به وجود اومده. به گفته عده‌ای نام دجال ساعد ابن سید یا ابن سیاده و عده‌ای هم مخالف این گفته هستند. در منابع اهل سنت برای دجال صفاتی بیان شده، مثل ادعای خدایی میکنه، عمر طولانی داره، همراه اون آب و آتشه، کور رو بینا میکنه و برس رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه، کسی رو میکشه و اون رو زنده میکنه، همراهش هم بهشت است و هم آتش، نهری از آب سفید و نهری از آتش، خواسته هاش برآورده میشه. شاید از خودتون بپرسید چرا این همه قدرت و خدا به دجال داده؟ شاید میخواد ما رو امتحان کنه که بین خوبی و بدی کدوم طرفی هستیم. دجال یه سری خصوصیات ظاهری هم داره که با اونها شناخته میشه. دجال یه چشم بیشتر نداره و اون چشم هم در وسط پیشانیش قرار داره. چشمش مثل ستاره صبح میدرخشه و مثل خون قرمزه و روی یه الاغ سفید که فاصله گوشهاش خیلی کمه سوار شده. به گفته یه پیامبر، دجال مردی چاق و سرخروی و با موی مجعده و تک چشم و چشمش مثل دانه انگوری که روی آب قرار گرفته. دجال یک شخص واقعیه که کارهای خارق‌العاده‌ای رو در قالب جادو انجام میده و در آخر زمان ظهور میکنه. با توجه به یه سری روایات در زمان سختی و قحطی و در زمانی که مردم گناهان زیادی رو انجام میدن و خوبی رو بدی میدونن و بدی رو خوب، ظهور میکنه. مردم زیادی رو فریب میده و سمت خودش میکشونه و سرکرده یک جنگ بزرگ برای بشریت میشه و امکانات مادی زیادی رو در اختیار داره و خودش رو منجی عالم معرفی میکنه. در بعضی از روایت ها اون رو مسیح گمراهی مینامند که در مقابل مسیح هدایت یعنی حضرت عیسی قرار میگیره. دجال در زمان ظهور امام زمان شروع به فعالیت علیه اون میکنه و به اصطلاح پرچم خودش رو بالا میبره. اون از کسانیه که عمر طولانی دارن و در حال حاضر زنده است و تا زمان اومدنش به زمین زنده میمونه. یکی از نشانه های ظهور امام زمان اومدن دجال به روی زمینه. مکان ظهور دجال از شهری در اطراف ماورالنهرین و شهری که معروف به یهودیه ظهور میکنه. در روایت های دیگه ای مکان های دیگه ای هم مثل اصفهان، خراسان و سجستان گفته شده. گفته شده قبل از ظهور امام زمان مردی از نسل ابو سفیان در منطقه شام ظهور میکنه و با تظاهر به دینداری و کارهای عجیب و انجام معجزه هایی گروه زیادی از مسلمانان رو فریب میده و اونها رو از یاران خودش میکنه و بخش های زیادی از سرزمین های اسلام رو به تصرف خودش در میاره و در مناطق پنجگانه شام، حمص،
فلسطین، اردن، تنصرین نام شهری در نزدیکی حلب و منطقه عراق تسلط پیدا میکنه و در کوفه و نجف شروع به قتل عام شیعیان میکنه و برای کشتن و پیدا کردنشون جایزه تعیین میکنه، کاری که در حال حاضر داعش و طالبان دارن انجام میدن. دجال در اورشلیم ادعای خدایی میکنه و زمانی که از ظهور امام زمان با خبر میشه با سپاهی قوی و قدرتمند به جنگ امام زمان میره و بعد از حکمرانی به مدت 40 روز یا 40 سال به دست عیسی مسیح یا امام زمان یا هر دوی اونها کشته میشه. در مورد دجال نظریه های متعددی مطرح شده. مثلا گروهی دجال رو یک فرد میدونن و عده‌ای هم اون رو عملی میدونن، نه شخص معینی. صلیب پتروس، صلیب وارونه، نماد دجال شناخته میشه. دوستان در آخر میخوام 2 نکته که شاید براتون سوال باشه رو عنوان کنم. اولین مورد این که با نشانه هایی که ما از ظاهر دجال گفتیم، شخص داخل ویدیو به اون شکل نبود. دجال تا زمان آخر زمان قیافه واقعی خودش رو نشون نمیده و با یه صورت شبیه به انسان خودش رو نشون میده و فقط افراد خاصی اون رو با قیافه واقعی میبینن. و نکته دوم، اون دیواری که داخل ویدیو در کنارش برای اون شخص مراسم بزرگداشت گرفته شد، مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیانه که روی تپه موریا در شهر اورشلیم قرار داره. به باور یهودیان، این دیوار باقی مانده هیکل سلیمان و دومین پرستشگاه اورشلیم و مرکز دعا و منبع الهام برای یهودیان اسرائیل و سراسر جهانه. مسلمانان اون رو دیوار براق میگن و معتقدن پیامبر مرکب خودش رو در شب معراج به اون بسته. در نماز سگانه روزانه یهودیان جهان، مختصات این مکان به عنوان قبله استفاده میشه. دیوار ندبه قسمتی از دیوار غربی مسجد الاقصی که برای یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار مقدسه. خب دوستان عزیز، این هم یه توضیح کوتاه در مورد دیوار ندبه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً برای حمایت از من و دوستانم که برای ساخت این ویدیوها زحمت میکشیم، لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید و ویدیوها رو برای دوستاتون بفرستید و در آخر بقیه ویدیوهای چنل رو هم ببینید و نظر یا انتقادی داشتید حتما برامون کامنت کنید. با جون دل همه رو میخونیم و جواب میدیم.